بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحث ما به اینجا منتهی شد که روایات متعددی داریم، شاید از 20 گذشت، اشاره دارد به رجعت ائمه علیهم السلام در همین دنیا. رجعت ائمه، رجعت پیامبر اکرم، رجعت معصومی، رجعت جمعی از انبیاء، این تقریبا از مسلمات. منتها صحبت در این است که رجعت ائمه برای زمامداری، تشکیل حکومت، یعنی بعد از امام زمان علیه السلام زمام امور به دست ائمه طاهرین یا نه، اینا تفصیلات رجعت ائمه است. فقط دو تا روایت ظاهرن یا سه تا روایت اشاره داشت به حکومت امیرالمؤمنین، لیملکن، بله، حکومت امام حسین علیه السلام. یا روایتی را که دیروز دیگه بحثش رو تقریبا ازش فارغ شدیم، لیتعن، یعنی زیر پا می گذارد تمام کره خاکی را. دو تا سه تا روایت داریم که از نظر سند هم ما گیر داشتیم. لذا خب می توانیم اینجور بگیم که اصل رجعتشون مسلمه، اما تفصیلاتش همه رجوع میکنن، به ترتیب رجوع میکنن، چند سال حکومت میکنن، نمیدونم بالاخره رجوعشون یک باره، دو باره، بیشتره، کمتره، رجوعشون برای حکومت و زمامداریه یا برای رجوع تشریفاتی است، برای اهمیت دادن به حکومت آقا امام زمانه که در هر دوره‌ای، در هر برهی از زمان حکومت امام زمان علیه السلام یک امام معصوم باشد رجعت بکنه برای اهمیت دادن به حکومت امام زمان. اینا میشه تفصیلات. راجع به این تفصیلات روایات، یعنی معتبر که بتوانیم به آنها اعتماد بکنیم و به استناد اون روایات این تفصیلات را بپذیریم، ظاهرا ما نیفتیم. با توجه به اینکه در برابر روایات متعدد و صریح شفاف راجع به حکومت و حاکمیت و زمامداری امام زمان علیه السلام و اینکه
آخرین حجت ایشون است و لا حجت بعده، بعد است و تا قیام قیامت. حجتی بعد از امام زمان نخواهد بود تا قیام قیامت. و تفصیلات روایات مدت حکومت حضرت و تفصیل حکومت حضرت را حتی به جزئیات حکومت پرداخته. روایات را ببینید، ما در برابر این روایات متعدده و صریح و شفاف حکومت و حاکمیت امام زمان علیه السلام و این که دیگه حجتی بعد از ایشان نیست، این روایاتی که اشاره به رجعت امام ائمه معصوم دارد، خب این روایات رو اصلش را میپذیریم. منتها بگیم حکومت و حاکمیت خواهند داشت و بعد از امام زمان حاکمیت خواهند داشت، این نیاز به دقت بله بیشتری دارد، چون مفصلترین روایت همون روایت هدایت بله کبرا بود دیگه. من گمان نمی کنم دیگه از این مفصلتر ما روایت داشته باشیم. اونجا هم اونی که بیشتر روی آن تأکید شده شکوای ائمه است خدمت پیامبر اکرم، شکوای زهرای اطهر است خدمت پیامبر اکرم، اما از حکومت و حاکمیت ائمه کمتر سخن به میان آورده. خب در مقابل قول به این که ائمه تان علیه السلام میان مخصوصا امیر المؤمنین علیه السلام حکومت تشکیل میدند و حکومت امام زمان مقدمی است، در مقابل این قول باز یه جنبه تفریطی هم هست که چی؟ اصلا ما دلیلی بر رجعت ائمه نداریم. دلیل روشن در اصل رجعت نداریم. اینم باز چیه؟ بله؟ تفریطه. قضیه رجعت از مسلمات روایات رجعت متعدده، متواتره. من نمیتونم از کنار روایات رجعت یا حتی روایات رجعت ائمه طاهرین نمیتونیم از کنارش بگذاریم. تفسیرش نپذیر، اما اصلش را نمیتونیم منکر بشیم. من اینجا اجازه بدید یه دو سه تا فرمایش از فرمایشات قدما برای شما نقل کنم راجع به رجعت، بعد حرف بعضی از معاصرین را براتون نقل میکنم. گویا از کنار روایات رجعت به سادگی میخواد بگذره، یه جوری سطحش رو میخواد هم بیاره و نه رجعت ائمه هست و نه اصل رجعت. خب مرحوم سید علم الهدا در جواب سوالاتی که از ری برایشون سوالات شده بود، یکی از سوالات راجع به حقیقت رجعت، در اونجا این سوال آمده لأن شذاب الامامیه، بعضی از افراد شاذ یکی دوتا اینا چی میگن؟ یذهبون الى ان رجعه، نظرشون این است که رجعت یعنی چی؟ رجوع دولتهم فی ایام المهدی. سوال میکنه سید مرتضی که مراد بعضی اینجوری میگن در ری که رجعت یعنی رجعت حکومت ائمه نه رجعت خود ائمه. خب
من دون رجعت اجسامهم، نه اینکه ائمه علیه السلام خودشون برمیگردن. نظر شما چیه؟ واضح است؟ این استفتاء. مرحوم در جواب میفهمد که اعلم ان الذي تذهب اليه الشيعه الاماميه ان الله تعالى يعيد عند ظهور امام الزمان قوما ممن تقدم موته من شيعته. میفهمد که اونی که عقیده شیعه است این است که خداوند عز و جل هنگام ظهور امام زمان ادهی که فوت شدن اینها رو برمیگردونه. لیفوزو به ثواب نصره، تا شرف یاری امام زمان را نایل بشن و معونته کمکش کنن و مشاهدت دولته، به این فوز نایل بشن، حکومت آقا رو ببینن. و یعید ایضا قوما من اعدائه، یه سری دشمن را برمیگردونه. لینتقم منهم، تا از اون انتقام بگن. فلیتلذ بمایش تا فیلتذو، لذت ببرن. بما یشاهدون فی ظهور الحق، ظهور حق، ظهور کلمت الله، حاکمیت اسلام، یک لذت خاص خودش را دارد. و علو کلمت اهله، ببینن حرف اهل اسلامه، در برابر حرف اسلام و علیه اسلام کسی حرفی نمیتونه بزنه. خب میفهمد که عقیده اینه. و دلال علی صحت هذا المذهب ان الذي ذهبوا الیه مما لا شبهت على قائل عاقل. بعد شروع میکنه به استدلال، باید که این حرف، این اعتقاد دلیلش اینه که هیچ عاقلی شک نمی کند که این کار، این رجعت از اموری است که مقدوره، این از محالات نیست، خدا بر این امور قدرت دارد و مستحیلم نیست. فانا نرى من مخالفینا ينكرون الرجعه، انکار من یراها مستحیل غیر مقدوره. ببینیم طرف مقابل ما با رجعت یه برخوردی بکن گویا یک امر محالیه. بعد میاد که و اذا ثبت جواز الرجعه، اگر ثابت شد امر محالی نیست، و دخولها تحت المقدوریه، جزء مقدوراته، فالطریق الى اثباتها اجماع الاماميه. خوب دقت کنید، یه امر محالی نیست، اثباتش به چیه؟ اجماع امامی به امر اجماع دارن علا وقوعها، امر مجمع علیه که واقع میشه. فانهم لا يختلفون في ذلك، اصلا شیعه در مسئله رجعت اختلاف ندارم. من تعجب میکنم بعضی از معاصرین اینجوری از کنار قضیه به سادگی میگذرن، مگر اینکه نظرشون چیز دیگه باشد و ما فرمایشون رو نمیفهمیم. ولی این اسلاف ما هستن، این بزرگان ما هستن، میفهمد که امر اجماعیه. بعد میفهمد که و اجماعهم قد بینا فی مواضع من کتبنا انه حجه، اجماع بزرگان حجت لدخول قول الامام دیگه دلیلش میاره. و ما یشتمل علی قول المعصوم من الاقوال لا بد من کونه صوابا. بعد اینجا بحث مفصلی را در اینجا دارن دیگه، شما مراجعه کنید. بعد میفهمد که و هذا منهم لان رجعه لم تثبت بظواهر الاخبار المنقوله فكيف خب یثبت ما هو مقطوع الاخبار. الان شما اینو مراجعه کنید. شیخ مفید هم باز یه همچین مطلبی را دارم، ببینم
بله این مطالب را مرحوم والدمون نقل کردن. ببینم این کتاب مطالب را مرحوم والدمون از نقل کردن در جلد دوی الشیعه و رجعه. این کتاب تو بازار کمه، ترجمه شده مرحوم آقای میرشاه ولد 40 سال قبل این کتاب را ترجمه کردن و زحمت هم کشیدن، ولی من به شما سفارش میکنم فضلای محترم اساتید عزیزم متن را ببینید، متن را مراجعه کنید. خب باز مطلب دیگری را مرحوم والدمون از شیخ مفید نقل میکنند. بله، در جواب المسائل الاکبریه که بالاخره انا لننصر رسولنا والذین آمنوا معه فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، ایشون جواب دادن فرمودن فقال، بله، قالت الامامیه، این رأی شیعه است، ان الله ينجز الوعد بالنصر، انا لننصر رسولنا، انجاز وعده خدایی کیه؟ للاولیاء قبل الاخره عند قیام المهدی والکره التي وعدها المؤمنون. باز در اوائل المقالات میفرماید که ان الله تعالی يرد قوما من الاموات الى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها، یعنی به همون چهره و همون شکل شمایلی که قبلا بودن اونا دوباره برمیگردونه. ف یعز منهم فریقا، ادی از اونها را عزیزشون میکنه، و یذل فریقا و یدیل المحقین من المبتلین، میگیرن اینا حقشون نمیگیرن، و المظلومون منهم من الظالمین، ایکیه و ذالک عند قیام المهدی، مهدی آل محمد علیه السلام. بعد میفهمد که اقول ان الراجعین الى الدنیا فریقان، دو گروه برمیگردن، احدهما على درجته في الايمان، کسانی که محض ایمان باشن، و کثرت اعماله الصالحه، اعمال صالحا زیاد داشته باشن، و خرج من الدنيا على اجتناب الكبائر، در حالی که از کبائر اجتناب میکرد از دنیا رفت. این خداوند عز وجل یریه دولت الحق، اینه برش میگردونه، و یعزه بها، تعز بها الاسلام و اهله، و تذل بها النفاق و اهله، و یعطیه من الدنیا ما کان یتمنا، هر چی که در دنیا آرزو داشته و نرسیده اینا خدا در اون دوران بشه، و الاخره من بلغ غایات و کثر ظلمه لاولیاء الله. خب بله، بعد میفهمد که گروه دیگری هم برمیگردونن، کسانی که ظالم بودن، ثم یصیر الفریقان من بعد ذالک الموت و من بعده الى النشور، بعد از اون به قیامت منتهی میشه. خب باز مطلبی را ببینم، مرحوم صدوق در کتاب اعتقادات می فرماید که اعتقادنا فی الرجعتی انها حق، و قد قال الله تعالی، آیات رو میارن استدلال میکنن علا این. باز مرحوم حسن ابن سلیمان قومی باز استدلال میکنن، آیات رو میارن، بعد می فرمان که بله، و ذالک مما اجمع الامامیه، نقل الاجماع من الشیعه على ان هذه المساله، بله ببینم، على ان هذه المساله از شیخ مفید، و نقل الاجماع السيد المرتضى، فقد نقل الاجماع من الامامیه على رجعه جماعه الى اخر.
باز ببینم استدلال به حرفای مرحوم توریهی، باز همین مطلب را میفهمند. مجلسی دوم ایشون میفرمایند که یجب ان یؤمن، بله مؤمن یجب ان یؤمن بالرجعه فانها من خصائص الشیعه واشتهر ثبوتها عن الائمه بین الخطه والعامه. این از اختصاصات شیعه است. بعد روایات نقل میکنند. خب که چی؟ والذی یظهر لنا من الاخبار، عرض مرو مجلسی، اونی که از روایات ما میفهمیم هو انه یحشر الله اقواما فی زمن المهدی او قبیله، رجعت یا در بعد از ظهور یا قبل ظهور به چند روزه، خداوند عز و جل به دنیا برمیگرداند جماع عمل المؤمنین. چرا؟ تا چشمشون روشن بشود به رؤیت دولت امام زمان. و جماع عمل الكافرین المعاندین للانتقام عاجلا فی الدنیا والمستضعفون فلا یرجعون، اونی که ماحض ایمان ماحض کفر بر نمیگردن. اما رجوع الائمه، دقت کنید، اما رجوع الائمه فقد دلت الاخبار الكثيره على رجعه امير المؤمنين. دیدید روایت متعددی بود که مؤمنین برمیگردن و كثير منها على رجعه الحسين، بسیاری از روایت هم اشاره داشت به رجعه امام حسین. و دلت بعض الاخبار على رجوع النبي، بعض روایت اشاره به رجوع پیامبر کرم داشت. وسائل الائمه، ایش میفهمد که و اما کون رجوعهم فی زمن المهدی او قبله او بعده فالاخبار فیه مختلفه. خیلی روایات اشاره به رجعت امام حسین داشت و خیلی روایات اشاره به رجعت امام حسین داشت، بعضی روایات اشاره داشت به رجعت پیامبر اکرم. حالا کی برمیگرد؟ قبل از حکومت امام زمان، بعد از حکومت امام زمان، هنگام حکومت؟ میفهمد که اخبار مختلف. پس باید چکار کنیم؟ فیجب ان تقر انت، یعنی ای مؤمن، واجب است که اقرار کنی به رجوع بعض الناس والائمه مجملا، همه که من عرض کردم، یعنی اصل رجعت. بعض مردم برمیگردن و ائمه هم بله اجمالا برمیگردن. و ترد و ترد تو خودت ای مؤمن، ترد علم ما ورد من تفاصیل ذالک الیهم. ما تفصیلاتش نمیدونیم، ما اصل رجعت امیر المؤمنین و امام حسین رو میدونیم. و قد ارد و قد اوردت الاخبار الوارده، میفهمم که من این اخبار را در کتاب دیگه هم نقل کردم. خب باز میفرماد که من یک کتاب مستقلی راجع به رجعت دارم و کتبت رسال منفرد ایضا فی ذالک. خب یک کتابی در خصوص رجعت من دارم. باز در حق الیقین می فرماید من جملت، اعلم انه من جملت اجماعیات شیعه، از جمله مطالبی که مورد اجماع شیعه است. بل من ضروریات مذهب الحق، از ضروریات مذهب شیعه است. چی؟ حقیقت الرجعه، این از ضروریاته، از اعتقادات ماست. رجعت کی؟ قبل قیام امام زمان علیه السلام. یرجع الى الدنیا ماحض الایمان و ماحض الکفر. خب مرحوم حر عاملی هم در ایقاظ الحج می فهمد که بل مضافا الى الاجماع، اینا جزء ضروریات مذهب شمرده است. مرحوم جزائری هم باز همین جور می فهمد تا مرحوم نوری، مرحوم از طبرستان اصفهانی رحمت الله علیه، خود مرحوم والد هم 15 سال شاگردشون بودن. بعد از اینکه از قم مقدس رفتن نجف اشرف، خب در قم ظاهرا 7 سال شاگرد مؤسس بودن مرحوم آیت الله عظما حائری.
بعد در سن 27 سالگی دیگه رفتن نجف اشرف، اونم با اشاره مرحوم بلاغی. یه سفری رفته بودن نجف اشرف، نمیدونم آقای بلاغی بهشون چه فرموده بود که دیگه چون بالاخره هوایی شد و میخوام برم نجف اشرف، با اینکه مرحوم حائری هم موافق نبودم. میفهمودم که من دیگه جمع کرده بودم اساسی همه که برم برای نجف اشرف. مرحومای حائری که همون اشقالی درس میگفتن، سوار بر مرکبشون بودم، میامدم طرف درس، منم بایشون روبرو شدم. قبل از اینکه بهشون بگم که میخوام خداحافظی کنم برم، فهمود که میخوای بری؟ از کردم بله. خیلی ناراحت شد و از من رو برگردان. دیگه ما بالاخره تصمیم خودمون گرفته بودیم و رفتیم نجف اشرف. دیگه بودن تا 40 سال نجف اشرف بودن و ایشون جزء ملازمین آیت الله عظما استقبال حسن اصفهانی بودن و عضو چی میگن لجنه استفتاءاتشون بودن. ببینید هم گنجین دانشمندان داره این مطلب را و هم کتاب آثار الحجه. 6 نفر بودن عضو لجنه استفتاء، مرحوم های بجنوردی، شیخ موسی خونساری، اینه کلمه من فعلا یادم هست، مقرر درس مرحوم آقای نائینی، شیخ حسین حلی و مرحوم والد. استفتاءات را می دیدند و می نوشتند و بعد آقای استقبال حسن تایید می کردند و می فرستند. حالا سوالات گاهی عقیدتی بوده، گاهی فقهی بوده. این از جمله سوالاتی است که از سید شده بوده. مرحوم والد این سوال را و جواب را در این کتاب نقل میکنه. سوال اینه: ما یقول مولانا الحجه، یعنی صدق الحسن، نظرشون چیه؟ فقط حدثت عندنا مشاجره، اختلاف نظر شد. نسأل حضرتكم، از شما سوال میکنیم. چیه سوال؟ انه بله خیلی عربی دارجه، یعنی عربی محلیه. من یطلع صاحب الزمان، یعنی هنگامی که امام زمان علیه السلام ظهور میکنن. هل الائمه یطلعون، یعنی چی؟ آیا ائمه برمیگردن من بعده ام لا؟ سوال تاریخش قیه 17 ماه رمضان 1363 هجری، یعنی چند سال قبل؟ 70 سال قبل. خب مرحوم سید جواب میده: نعم الاخبار المتواتره دال على رجوع الائمه بعد ظهور الحجه عجل الله تعالى فرجه الاحقر السيد ابو الحسن الاصفهاني. بله روايات متعدد ما داریم، متواتر که ما شمردیم. چند تا بود؟ 20 دیگه، شمارش دست شماست. قطعا از 20 رکه 23 24 ولی من شاید یک مقدار بیشتر مراجعه میکردم و تتبع میکردم، روایات بیشتر بود. ولی همین 23 تا کم نیست. من میشه سید ابوالحسن اصفهانی رضوان الله تعالی اشراف کامل به این روایات داشته. بله روایات راجع به رجوع ائمه متواتره، اما ایشون میفهمد که رجوع ائمه کیه؟ بعد از ظهور. که استقبال الحسن اینجا را فهمیدن مجمله، یا قبل از ظهوره یا حین ظهوره یا بعد از ظهور. نه من بعد از ظهور. خب من دیگه نمیخوام باز وارد تفصیلات بیشتری بشوم. پس اصل رجعت ائمه علیهم السلام از مسلماته و خود رجعت هم همینطوره.
و جای خدشه و بحث نیست. اما میبینیم چند دقیقه وقت داریم؟ میبینیم بعضی از معاصرین آمدن یه جوری دیگه ای با این روایات رجعت برخورد کردن. با تمام احترامی که براشون قائل هستیم، ما حرفشون رو نمیپذیریم. اعاده نظر، تجدید نظر در روایات بیندازید، نگاهی به کلمات بزرگان داشته باشید، به کتاب شریف بحار الانوار اکتفا نکنید. بله، بحار الانوار روایات را نقل کرده و انصافا جامع هم هست. نهایت فقط محور را روایات بحار قرار بدید و بعدم روش نظر بدید. نه، به مصادر بحار هم مراجعه کنید. البته خود بحار کم نیست، حرف مندیسی کم نیست، همون حرفاش حجت است. این بزرگوار تحت عنوان قیادت ما بعد المهدی، رهبری و زمامداری امور بعد از امام زمان، عنوان بحث اینه. میفهمد که ما میخوام ببینیم، مقصودم این است نوعیت الحاکم الاعلا الذي يتولى رئاسة الدولة العالمية بعده. میخوام ببینم که فرم و چگونگی حاکمیت رهبری بعد از امام زمان فرمش چیه، چگونه است و مسئولیت و رهبری با کیه. میفرماد که نواجه اطروحتین، ما با دو نظر روبرو هستیم. الاولا الرجع، یعنی بگیم که رجعت ائمه. دو، الثانیه حکم الاولیاء الصالحین بعد المهدی. این دو نظر، یعنی فرض کرده بر مسلم گرفته که امام زمان علیه السلام در همین دنیا قبل از قیامت به فاصله زیادی از دنیا میره. لذا سوال از چیه؟ از رهبری و مرجعیت بعد از امام زمان. یه دو نظر. نظر اول مرجعیت با ائمه طاهرین، نظر دوم مرجعیت با کیه؟ اولیاء الله الصالحین. میفهمد که قد ورد فی اثبات کل من الاطروحتین عدد من الاخبار. راجع به هر یک دو نظر روایت متعددی ما داریم که البته فرق میکنه روایات. لابد من سماع المهم منها، مهم را ما باید بشنویم. و عرضو علی القواعد و قرائن عام، روایت هم بر قواعد عرضه کنیم و بر قرائن عامه عرضه کنیم تا ببینیم کدام را انتخاب بکنیم. حالا ببینیم منظور ایشون از قواعد چیه. خب نظر اول القول بالرجع، ایشون برای رجعت، خوب دقت کنید، یک امری که به این واضحیه چهار تا معنا میکنه رجعت. یک، میفهمد که حين ننظر الى المفهوم على ساعتی يحتمل ان يكون له احد عده معاني. چند تا معنا داره رجعت. یک، المعنى الاول ظهور المهدي نفسه. عجب، رجعت یعنی چی؟ ظهور امام زمان. قد يصطلح عليه بالرجع، گاهی به ظهور امام زمان تعبیر رجعت میکن. چرا؟ به اعتبار رجوعه الى الناس بعد الغیبه، یا نه به اعتبار رجوعه الى العالم، رجوع العالم الى الحق والعدل بعد الانحراف. به این اعتبار خود امام برمیگرده یا عالم به حق برمیگرده. میفهمد که این معنا درسته که دوران امام زمان، یعنی خود امام برمیگرده، جهان حق رو میبینه. اما اصطلاح رجعت بر رجعت بر امام زمان، این اصطلاح درسته نیست.
إلا أن اصطلاح الرجاء غير صحيح بر رجاء جبر زمان. شرع لأنه يوهم المعاني الأخرى الآتية، يعني شون معاني دي جاهم حس وما نيازي نداريم كرجعت را اطلاق كنين بر رجوع امام زمان. معناي دوم اين سريع بگم دیگه عرض ما تمام بقیشم برای شنبه اگه زنده باشه. معناي دوم رجوع بعض اموات الى الدنيا، همین اساس معنا همینه. و این لم یکونو من ائمه المعصوم، رجوع بعض مردم کاری به این ائمه بر نمیگرد. و خاص من محض الایمان و من محض الكفر، این معنای دومه. معنای سوم رجوع ائمه معصومه. معنای چهارم روی ائمه معصومین بحثشون که امیر المؤمنین و الحسین، بعضی گفتن رجوع پیامبر. معنای چهارم رجوع همه ائمه به شکل عکسی. این من جایی ندیدم که بگیم رجعت یعنی چی؟ یعنی بازگشت ائمه اما به عکس، از کل از یعنی از امام حسن عسکری، امام هادی، همین طور. پسشون چهار تا معنی میکنه. یک، رجعت خود امام زمان. دو، رجعت مردم بدون معصومی. سه، رجعت بعض معصومی. چهار، رجعت کل معصوم اما بالعکس. تا ببینید چون کل ما انتخاب میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ببینید اسحاق ابن عمار میتونه از امام زین العابدین نقل بکند یا نه، اینو مراجعه کنید تا فردا. بله، سؤال تو عن انبار الله، اجازه بدید تتمش برای فردا ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.